اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما همراه میشه. آقای اولیای فرد، رویه نگران کننده ای بوده به زعم بسیاری از حقوقداران و فعالان که میدونیم پیش از این هم تکرار شده احکامی که سریعا داره صادر میشه و روندی که به قول بسیاری از وکلا حاکی از یک دادرسی عادلانه و شفاف به هیچ وجه نیست. بله، متاسفانه دادرسی عادلانه وجود نداره. قضات جانب حکومت رو میگیرن و استفاده از وکلا هم غیر ممکن شده، وکلای مستقل. الان این خطر واقعا وجود داره که در روزهای آینده ما شاهد اعدام افرادی باشیم که متهم هستن به قتل مامورین نیروی انتظامی یا افراد بسیجی. علت چمی هستش که ببینید، تا حالا دو تا برای دو گروه حکم اعدام صادر کردن. یک گروه برای گروه اولی که حکم اعدام صادر کردن برای افرادی بوده که معترض خیابانی بودن و حد اکثر مثلا جای آتیش زدن. گروه دوم که حکم اعدام صادر کردن، گروه اول اسمشو محارب گذاشتن، اونایی که جای آتیش زدن یا به خیابان اومدن. گروه دوم کسایی هستن که متهم شدن به قتل در واقع مامورین نیروی انتظامی یا بسیج که اسمشو افساد فی الارض گذاشتن. اگه دقت بکنید در همین فایلی هم که از جلسه آقای حداد عادل بیرون رفته دقیقاً همین موضوع رو داره میگه. یعنی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بعد 43 سال حساسیت های جامعه بین‌الملل رو درک کرده، اینه که برای اعدام افرادی که معترض هستن و یا حتی اکثر جای آتیش زدن محدودیت داره، همونجور که آقای خامنه‌ای هم در واقع نقل قول شد ازش. برای این گونه افراد که اسمشون محارب گذاشتن محدودیت داره، چون نمیتونه جامعه جهانی رو قانع کنه که مثلا یه عده اومدن در خیابون و حالا ما داریم اعدامشون میکنیم. در هیچ جای دنیا معترض خیابانی اعدام نمیکنن. اما متاسفانه برای گروه دوم که متهم هستن به قتل مامور دولتی، مامور نیروی انتظامی یا بسیج، خطر اعدام اینها زیاد هست، به خاطر اینکه توجیه میکنه جامعه بین الملل که بله اینها مرتکب قتل شدن و دادگاه نمایشی که تشکیل داده، دوربین گذاشته، در واقع خودیا رو راه داده، یک قاضی هم اونجا نشونده و میگه بله اینا محاکمهشون، اینا مرتکب قتل شدن و توجیه میکنه جامعه بین الملل که در واقع اینا معترض نبودن و به دلیل اینکه مرتکب قتل شدن دارن اعدام میشن. خطر اعدام این افراد در این چند روز آینده بسیار زیاده و اسم اینها هم افساد فی الارض گذاشتن برای اینکه دستشون باز بشه برای اعدام بیشتر. به خاطر یک چیز دیگه ای که دارن میگن، مثلا مشخصا این 5 نفر رو دارن میگن محاربه برای کشتن یک نفر، یعنی 5 نفر رو برای کشتن یک نفر میخوان اعدام بکنن و مشخصا در این فایل صوتی هم میگن مشخص نیستش که دقیقا چه چیزی باعث مرگ نیروهای بسیج یا نیروی انتظامی شده وقتی در هجوم تعداد افراد مختلفی بوده. دقیقا همینطوره، دقیقا اشتباه قضایی در همینجا هستش که در واقع چون مشخص نیست علت تامه قتل، مثلا ضربات کدوم یک از افراد بوده، اینجا میان 4-5 نفر رو دقیقا طبق این حکم 5 نفر رو برای یک قتل میخوان در واقع اعدام بکنن و اینجا دارن از عنوان افساد فی الارض استفاده میکنن که بحث قصاص پیش نیاد، بحث درگیری های خانواده مقتولین پیش نیاد که بخوان مثلا رضایت بدن. این چیزا افساد فی الارض رو عنوان کردن که بتونن از قصاص خارج بکنن که تعداد بیشتری رو اعدام بکنن، که البته این کاملا مغایر با موازین حقوقی است. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو، سپاسگزارم از شما.